سلام نام بابک زنجانی زمان در دائره های اقتصادی و ویژه در دائره های بانکداری تاجیکستان و ایران سری زبان ها آمد که دو میلی ارد را پول نفت ایران غیب زد و حالا در ایران بری نقیدند که این پول ها با نام بابک زنجانی ارتباط دارد روز چهارشنبه 8 ژانویه سفارت ایران در تاجیکستان به مطبوعات گفت استثنا نمی‌داند که زنجانی این پولها را به تاجیکستان انتقال داده است و این پول ها احتمالاً در تاجیکستان است و برای انتقال این پولها به ایران مشکل پیش آمده است اما عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد از اعلان تحریم های ضد ایران بانک ملی تاجیکستان با کانت اینوستمنت بانک از ماه اوگوست سال گذشته عملیات بانکی انجام نداده است. بانک ملتارستان بار اگر تایید می نماید که توسط سوات صابقای موجوده بانک مسکور در بانک ملی تاجکستان این در این دوره یگان عملیات انتخالی که از جانب تحریم ذکر شده منگردی است گذارنده نشده. سخنگوی بانک ملی تاجیکستان ایلاوه می‌کند که بابک زنجانی از روسیه نیز همین گونه سند در باره انتقال پول به ایران دریافت کرده است. از سوی دیگر دلیر عبدالله سخنگوی هالدینگ کانت گروپ تاجیکستان این کار که در آغاز فعالیت این هالدینگ را بابک زنجانی سرمایه گذاری کرده است. در سرگاه تاسیسی یعنی همین ایش اکسپریس و دیگر را زنجانی بود. این کار نمیکنه نو این کار کردن خودش اصلا منطق هم نداره یکی بعد زمینه اقتصادی بزرگی سهامدار این شرکت ها شخص دیگر یکی ما این کار نمیکنیم که زنجانی رابطه داشت زنجانی رابطه داشت در سرگای تاسیسش زنجانی بود شرط و شرایطی خرید و فروش این سهمیه ها معلوم نیست ولی دلیر عبدالله سخنگوی هالدینگ کانت گروپ تاجیکستان میگوید حالا این سهمیه ها با خانم با مروه ایلمک سرمایه‌دار ترکیه فروخته شده است آرش حسنی و همکاری ما در بخش فردای رادیوی آزادی مسئله های بابک زنجانی و غیب زدن دو میلیارد یورو پول نفت ایران را دنبال میکنند و حالا مهمان استودیوی ما هستند آقای آرش ممکن است بگوید که این دو میلیارد یورو از کجا با دست آمد سرچشمه آن چی است و از چی راه ها به تاجیکستان انتقال یافت اگر چنین این کار درست است این آخرین انتقال که همین دو میلیارد یورویی که شما بهش اشاره بله. میکنید زمانی مطرح شد که آقای بیژن نامدار زنگره وزیر نفت ایران در دولت آقای روحانی وزیر نفت جدید ایران در رسانه ها اعلام کردش که آقای زنجانی دو میلیارد یورو پول نفت ایران رو بر نگردونده و به وزارت نفت نداده و آقای زنجانی در مقابل میگفتند که به خاطر این هستش که من در لیست تحریم ها قرار گرفتم و حساب من بلوکه شده بله. بعد از مدتی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس که به نوعی از حامیان آقای زنجانی بودند اعلام کردند که مدارکی رو ایشون نشون دادن از بانک مرکزی تاجیکستان که نشان از این داره که ایشون این پول رو انتقال داده اما ما منتظر هستیم که به حسابهای وزارت نفت ایران منتقل بشه بعد از مدتی وزارت نفت اعلام کرد که اون حسابها و اون اسنادی که آقای زنجانی دادن اسناد جعلی هست همون چیزی که بانک مرکزی تاجیکستان هم اعلام کرده که همچین اتفاقی نیفتاده و به کل اون ادعای آقای زنجانی رو تکسیب کردن بله ببینید راجع به این مسئله یا در رابطه با این مسئله یک شخص دیگری را با نام ریزا زراب در ترکیه بازداشت کردن اونم سرمایه دارست است و اون بعد از بازداشتش گفت که بابک زنجانی رهبری اون است شما فکر میکنید که این ماجراهایی که در حکومتی ترکیه پیش آمد در رابطه با رشوخاری با نام بابک زنجانی ارتباط میگیرد بعد از بازداشت آقای رضا زهرا مشخص شد که آقای زنجانی با ایشون دوستی دیرینه دارند با ایشون فعالیت های اقتصادی کردند و یاداوری شدش برای رسانه های ایرانی و سایر رسانه ها که پیشتر از این ماها قبل ما خبری داشتیم که یک محموله غیرعادی و بزرگی از طلا از ترکیه به ایران منتقل شده که مورد حساسیت قرار گرفته از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا که معتقد بودند پولهای نفت ایران که مشمول تحریم هستش با تبدیل شدن به طلا در, در ترکیه به ایران منتقل میشه که مشخص شده که پای آقای زراب و اونطور که خود آقای زراب گفتند رئیس تجاری رئیس اقتصادی ایشون در واقع آقای زنجانی وسط بوده در این ماجرا به نوعی با این پرونده که پرونده رسوایی مالی در دولت ترکیه هستش نام آقای زنجانی و نام آقای زراب گره خورده با تشکر از آقای آرش سوال پیش می آید که پس بابک کی زنجانی کیست در ظرف چند سال چی طور فرد مثل بابک زنجانی به با چنین قله رسید و چی کسان اجازه رشد وی را دادند و برای این رشد چی شرایط فراهم کردند بابک زنجانی یک فرد نیست بابک زنجانی یک جریان یک هیت... یک جریان پشت سرش بوده یک جریان آمده از به هر حال استعدادهای خاصش استفاده کرده و وقتی که دیده خب لو رفته حالا احتمالا تنهاش گذاشته بابکی زنجانی در حال بازداشت شد که حسن روحانی رئیس جمهور برای مبارزه با غولهای اقتصادی اجازه داد یعنی مبارزه با آنان که از تحریم غرب بر ضد ایران سوء استفاده کردند و سرمایه زیاد به دست آوردند خانم مهرنگزی کار بازداشت زنجانی را نشانه مبارزه با فساد حکومتی نمیداند و بر این عقیده است که اگر بابکی زنجانی را شبکه همکاری و از زندان بیرون نآورد ممکن است بعضی از اعضای این شبکه صدمه ببینند یعنی ممکن است پای بعضی از اعضای این شبکه نیست به زندان کشانده شود رئیسی یکی از کمیسیون های پارلمان ایران بعد از بازداشت بابک زنجانی سبب بازداشت وی را قرض نفتی اعلان کرد و گفت اگر زنجانی این قرض ها را پرداخت کند میتواند همین امروز هم آزاد شود بابک زنجانی در یکی از یادداشت هایی که باری اخیر در آزادی 26 دسامبر در صفحه فیسبوک خود نوشت در جواب به نامه 12 نفر نمایندگان پارلمان ابراز شرمساری کرده است و چنین گفته است من هم مثل شما از جان و مالم گذشتم و برای خدمت به کشور کار کردم و چیزی برای از دست دادن ندارم. در هر صورت سرباز کوچکی جسور ویلایتم نه جنایتکار اقتصادی. بینندگان گرامی، بد این طریق ما برنامه چشمندازی خود را که به فعالیت های بابک زنجانی سرمایدار ایرانی ارتباط داشت به پایان میبریم. خداحافظ.